مهمان خانه شما عزیزان و بینندگان گرامی هستیم در روز سه‌شنبه ششمین روز از ماه شهریور با 29 برنامه پیرامون تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب. خب میدونیم هدف ما از ارائه این 29 جلسه صرفا این نبود که وقایعی از تاریخ گذشته رو بخوانیم و نتوانیم فهم کنیم مسائل مربوط به امر سیاست از منظر خلیفه چهارم جهان اسلام و امام اول شیعیان که روحانیت مدعی است در حکومت او آرمان و یک جامعه پویا و نیکو محقق شده. روحانیت بر این پایه ایستاد که حکومت علوی میتواند جامعه خوبی بسازه و ما سعی میکنیم اون ویژگی های جامعه رو نشان بدیم و تحلیل کنیم. البته سعی کردیم جوامع دیگری هم که نه به سبک علی اما با همون متد و روش سعی کردن کار جامعه رو اداره بکنن رو هم زیر ذره‌بین بگیریم. خب به بحث دوگانگی رسیدیم، یعنی رژیم هایی که با ایجاد یک دوگانه هویت رو تبدیل میکنن به یک مسئله نزاع آفرین. همه ما دارای هویتیم و عناصر هویتی، اگر یکی مسلمانه دیگری زرتشتی است، دیگری یهودی است، دیگری مسیحیه، تا اینجاش مشکلی نیست. انسان ها متنوعن، متکثرن، گروه های مختلفی دارن، هویت های مختلفی رو دارن. اما مشکل در جایی است که هویتی به خودش حق بده که جای عناصر دیگر هویتی تصمیم بگیره و اونها رو در کنار خودش نپذیره. در واقع من مسلمان اگر یک بهایی، اگر یک یهودی، اگر یک مسیحی رو فاقد شأن انسانی بدانم، مشکلاتی رو ایجاد میکنه که ما در صدد بررسی اون هستیم. بنابراین تنوع عناصر هویتی بد نیست، اما مشکل خصومت عناصر هویتی است. برای ساختن یک جامعه پویا، یک جامعه مدر، باید بپذیریم که عناصر هویتی متعددن. من حق ندارم عناصر هویتی خودم رو بر دیگران تحمیل کنم. این عناصر هویتی میتونن دین باشه، چیزی که مبنای حکومت علی است، مبنای رژیم جمهوری اسلامی است. یعنی کسانی که هویت اسلامی شیعی دارن، حالا ولایی هم از بعد سیاسیش بهش اضافه شده، و هر گروهی و هر شخصی که به این عنصر و به این عناصر باور نداره باید حذف بشه. در آلمان نازی عنصر نژاد بود، جایی که آریایی ها یا نژاد ژرمن ها به عنوان سازندگان اخلاق، فرهنگ، تمدن حق زیستن داشتن و مابقی گروه ها باید حذف می شدن چون اونها تمدن و اخلاق و فرهنگ رو تخریب می‌کنند. در شوروی کمونیستی عنصر اقتصاد، یعنی این من کارگرم که دارای حقم و کسی که به عنوان سرمایه دار در درون جامعه من باشه برای مکیدن خون من، برای استثمار من، و در نتیجه من باید ابزارها رو در اختیار خودم بگیرم، اون گروه رو حذف کنم تا طبقه وجود نداشته باشه. بنابراین مسئله بر سر اینه که این عناصر چگونه خصومت رو ایجاد میکنن و وقتی این خصومت ایجاد شد، رژیم هایی که بر اساس این باورها به قدرت میرسن چه جامعه ای رو تحویل ما میدن. بنابراین یک انسان تیزهوش میفهمه که اگر عنصری سبب خصومت باشه، قدرت گرفتنش هم با جوخه‌های اعدام و تبعید و زندان همراست. پس یادمون باشه وقتی صحبت از ملی‌گرایی میکنیم، دایره ملی‌گراییمون تا کجاست؟ آیا ما یک یهودی رو ملی میدونیم؟ آیا یک زرتشتی رو ملی میدونیم؟ آیا در بعد سیاسی یک جمهوری خواه رو ملی میدونیم، یک پادشاهی خواه رو ملی میدونیم، یا هر گروه دیگری؟ فرق نمی کنه.
یا نه در صدد حذف اونهایی. اگر امروز در زبان ما می آید که دیگری حق نداره، شما مطمئن باشید وقتی به قدرت برسیم پاکسازی ها آغاز میشه. این نتیجه اون باور هست. خب حکومت علی چه ویژگی هایی داشت؟ ما از بحث دوگانگی آغاز کردیم، یعنی دوگانگی عناصری که در درون حکومت علی نمیتواند یک جامعه رو بسازه که ویژگی های یک جامعه خوب، یک جامعه متساهل، یک جامعه روادار رو داشته باشه. به برخی از ویژگی ها اشاره کردیم، امروز هم ادامه میدیم. یکی از اونها خاصیت امپریالیستی است، یعنی در جایی که طبق آیات قرآن که عرض کردیم مثل آیه 39 سوره انفال یا برخی روایت ها اساساً پیامبر اسلام و این دین آمده که بر مردم حکمرانی بکنه. در آیه 39 سوره انفال صحبت از این است که ما بجنگیم تا فتنه به معنای شرک، کفر یا هر چیزی که غیر اسلامه از بین بره و دین یکسره از آن خدا بشه، یعنی الله. خب برای نابودی ادیان دیگر و تسلط و سیطره اسلام مجوز جنگ هم داده شده و قاتلوهم حتی لا تن. خب سرنوشت این حکومت های معلومه. خلیفه این دین، امام این دین، وقتی خط مشی او رو این کتاب مشخص کرده، سیاست امپریالیستی رو پیش خواهد گرفت. بیشتر هم عرض کردم امپریالیسم یک کلمه جدیدی است، اما محتواش همان چیزی است که برخی از ادیان در گذشته ارائه کردن، یعنی اینکه ما خودمون رو مجاز بدانیم به سرزمین های دیگه حمله بکنیم، منابع انسانی، منابع طبیعی و دیگر ثروت و دارایی کشورهای دیگر رو تصرف. یعنی افرادی مثل خمینی یا گروه های دیگر که از امپریالیسم و اینها نام میبرن فراموش میکنن خودشون هم نماینده امپریالیسته، اما چون باورشون مقدسه و تحت نام اسلامه اون رو محترم میدونن. اما اگر یک رئیس جمهوری در جای دیگری اون کار رو انجام بده، میگن اون رئیس جمهور استعمارگره، استثمارگره. امپریالیسم در حال قدرت گرفتن، در حالی که همون باورها رو خودشون دارن اما تحت احکام شرعی. حکومتی که بر این اساس شکل میگیره شروع میکنه نزاع با گروه های دیگر. ویژگی دیگری که عرض کردیم، این رژیم ها تبدیل میشن به رژیم های ترور. یعنی من وقتی به قدرت میرسم، طبیعی گروه های دیگری که در جامعه هستن عناصر نامطلوبن، دیگه هموطن من نیستن، غیر خودی هن. در درون این جامعه چه چیزی از بین میره؟ وقتی شما سرکوب رو گسترش میدی، زبانها رو میبندی، با مهاجرت گروه های مختلفی که سرمایه های اون جامعه هستن روبرو میشه. وقتی یک بانوی اندیشمندی احساس کنه نمیتونه در جمهوری اسلامی کار بکنه، کجا میره؟ در اولین فرصت میره در کشورهای دیگه. وقتی به اولین کشور هم رسید، سرمایه خودش یعنی اون اندیشه رو در اختیار اون جامعه قرار میده. یک بهایی یا یک یهودی به دلیل اون عنصر مذهبی که در فرهنگش وجود داره و هویتشه، اموالش توسط یک رژیم مصادره میشه، چه میکنه؟ اموال خودش رو میبره در جای دیگری. وقتی شما ثروتی رو که میتونه هزاران نفر رو کار، شغل، تخصص و به نوعی مورد حمایت قرار بده، از دست میدید، اون کشور فقیر میشه. دلیل مهاجرت این همه از ایرانیان که غالبا هم نخبگان هستند، غالبا هم افرادی هستند که دارای سطح بالایی از علم و ثروت و دارایی هستند، به خارج برای چیه؟ چون این جامعه علوی است. مبناش همان چیزهاست که دیگران حق برابر ندارن. هر روز میترسن که کسی برای عقایدشون بیاد اونها رو بگیره. سیل مهاجرت بیرویه ایرانیان از زمان استقرار این رژیم آغاز شد. ابتدا سیاسیون بودن، به مرور زمان گروه های دیگر اجتماعی هم مجبور شدن کشور رو ترک کنن.
یعنی اون سیاستی که شما در درون خودش عناصر هویتی دیگر رو به رسمیت نمیشناسه فقیر میشه، از منابع متخصص انسانی بگیرید تا منابع مالی. رژیم های ترور این ویژگی رو دارن. بسیاری از اندیشمندان، فیزیکدانان و متخصصان از آلمان رفتن در امریکا و جای دیگه، علم و دانش خودشون در اختیار صنایع آلمان قرار دادن، صنایع امریکا قرار دادن، صنایع کشور دیگه قرار دادن، چون آلمان به اونا نیاز نداشت. آلمان کسایی میخواست که به حزب نازی باور دارن، اون ایدئولوژی رو میپذیرن. این وضعیت در مورد کشورهای دیگه هم هست، فرق نمیکنه. شما اگر تاریخ فاشیسم رو نگاه بکنید، تاریخ کمونیسم رو نگاه بکنید، پر هستن از این گروه هایی که از این کشور رفتن در جای دیگری، حالا یا کار سیاسی کردن یا کار فکری و فرهنگی کردن. دلیلش اینه که در این کشورها اجازه نمیدن که شما بتونید فعالیت بکنید. این ویژگی حکومت های تروره. این که دوران علی ابن ابی طالب از نیروهای متخصص خالی میشه، از جنگاوران، از نیروهای مورد نیازش، حالا جنگ رو مثال زدم برای که در اون دوران اینها وجود داشت. امروز که جنگ مؤلفه مثبت نیست، حتی در همان زمینه هم دچار ضعفه، برای اینی که نوع سیاستاش باعث میشه که دیگران از اون رژیم کدورت به دل بگیرن، میرن در جاهای دیگری. ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش یک بخشی رو داره که عرب اگر به هر کجا مستولی بشه، تمدن از اونجا رخت بنده. مقصود ابن خلدون از عرب همان مسلمانانن، هرچند او چون خودش مسلمانه به صراحت به این کلمه اشاره نمیکنه، نام عرب رو میاره. اما اون فرهنگی است که ابن خلدون داره مشاهده میکنه که چطور وقتی این جهادگران اسلامی به هر کجا رفتن، به جای عمران و آبادانی اون تمدن‌ها رو ویران کرد. یکی از مواردی که ذکر میکنه همین مسئله است، یعنی دشمنی داشتن با اهل علم، با اهل هنر، با اهل صنعت. خب شما هنر اسلامی دوست دارید، یکی دیگه این هنر رو دوست نداره، چیکار میکنید؟ سرکوبش میکنید؟ و وقتی سرکوبش کردید اون میره جای دیگری. شما صنعتگران رو مصادره میکنی به جرمی که بهایی است، به جرم اینکه یهودیه. مگه ما کم داشتیم؟ اینا دیگه تاریخ عینی است. طبیعیه که بسیاری تو مسئله احساس میکنن که خب ما هم سرمایه‌مون رو ببریم جای دیگری که امنه. نویسندگان و گروه‌های مختلف، همین سبب میشه که تمدن از بین بره. اینکه ما در رژیم جمهوری اسلامی روز به روز پس رفت میکنیم، برای اینکه سرمایه های خودمون رو داریم از دست میدیم. چند سال قبل یه آماری آمد بیرون که بسیاری از این دانشجویان المپیادی ما کشور رو ترک کردند. کسانی که در درون ایران به زحمت پدر و مادر تحصیل میکنن، چون دانشگاه و مدارس ما که چیزی یاد نمیدن. زحمت میکشن، میخونن، در مسابقات جهانی شرکت میکنن، استعداد خودشون رو نشون میدن، اما رژیم اونو نمیپذیره. چند نفرشون دیدید در زندان هم هست. که مصاحبه من سالها قبل بود، آقای فیروز نادری انجام داده بود، و اینکه من خب رفتم در امریکا اونجا درس خواندم و اینها، و بعد برگشتم ایران خدمت سربازی من انجام دادم. میگم رفتم آقای صادق قطب‌زاده، اون زمان خب مسئول رادیو تلویزیون و کارهای دیگر بود که بعد در رژیم جمهوری اسلامی اعدامش کردن، و باقا من تخصصم اینه، میدونم که ما همچین زمینه ای نداریم، اما اگر در جنبه های دیگر نیاز هست من حاضرم برای شما کار بکنم. گفت صادق قطب‌زاده احتمالا ممکنه یکی دیگر از این سران باشه،
اشاره کرد که نه ما به شما نیاز نداریم، شما برگرد همون امریکای خودت، برو اونجا کار. بی جهت نیست که اون آقای بهشتی میگفت ما کاری به تخصص نداریم، ما به تعهد کار داریم. تعهدم خب شما میتونید منظور چیه دیگه، یعنی به رژیم اسلامی شیعی ولایی معتقد باشی، این میشه تعهد. ما اول به تعهدت نگاه میکنیم، اگر متعهد بودی میپذیریم، اگر متعهد نبودی برو بیرون، ما نیاز به تو نداریم، حتی تو اگه تخصص داریم. اون انقلاب فرهنگی که دانشگاه ها رو بستن، خیلی از دانشجویانی که حالا ممکن بود سالهای آخر تحصیلشون بود، رشته های شاخص و فاخری هم بودن، به بهانه اینکه شما عضو فلان حزبید، عضو فلان گروهی، نماز نمیدید، نمیدونم به نظام باور ندارید، یا پدرتون طاغوتی بوده، اون یکی نمیدونم فلان بوده، از تحصیل محروم شدن. بخاطر اینکه این دوگانگی ها باید در جای خودش نشون بده. اون انقلاب فرهنگی حاصل اون تفکر دوگانه است. که حالا که ما اون فکرمون تبدیل شده به یک رژیم، آیا شما به اون رژیم باور داری؟ در واقع اون رژیم یعنی همون فکر. بهش باور داری یا نه؟ وگرنه برو بیرون، مهم نیست دکتری مهندسی. یک جامعه اینطوری فقیر میشه با از دست دادن سرمایه های فکری، سرمایه های مالی. و بعد ما میگیم چرا دچار فقریم، وقتی در فرهنگ ملی ما که فرهنگ سیاسی هم زیر مجموعشه اینقدر راحت دوست و دشمن جدا میکنیم فقط به صرف عقاید متفاوت، نباید دنبال زندگی ساده باشیم. به همین دلیلی که در خونمون هم سبک های زندگی ما پذیرفته نمیشه، سبب جنگ و درگیریه. یک پدر نمیدونه که دخترش دوست داره به یک سبک خاصی موسیقی گوش بده، یه لباس خاصی رو بپوشه، میگه نه باید جوری زندگی بکنی که من میخوام، یا عقیده من میگه، چون عقیده من به من میگه که تو پدر بدی هستی اگر دخترت اینطوری لباس میپوشه، اگر دخترت به یک موسیقی خاصی باور داره یا موسیقی های ما رو گوش بده. ببین حاج صادق آهنگران چی خونده، اون یکی نمیدونم سلام فرمانده خونده، اون یکی نمیدونم سلام رهبر خونده، اینا رو گوش بدید، اینا موسیقی فاخره. چون نمیتونیم بپذیریم ارزش های متنوع، چون گروه های متکثر رو نمیتونیم بپذیریم، بعد بگیم چرا در دارون جامعه ما این همه بدبینی نسبت به هم وجود داره، چرا نمیتونیم کار بکنیم. دلیلش بر سر اینه که ارزش ها و عناصر هویتی به قدری نزد ما برجسته شده که دیگر ارزش ها و عناصر هویتی نمیپذیریم. شما الان یه حزب در امریکا در نظر بگیری یا هر کجا فرق نمیکنه، توش یهودی هست، مسلمان هست، بهایی هست، مسیحی هست، زن هست، مرد هست، سفید هست، سیاه هست، چینی هست، غیر چینی هست. شما یه حزب دموکرات، جمهوری خواه، این حزب رو در نظر بگیریم، اینا چطور میتونن با هم کار بکنن؟ چون وقتی بر سر یه میزی نشسته اون فکر نمی کنه این بهایی دنبال اینه که جاسوسی بکنه، اون زن ناقص العقله، اون سیاه لیاقت نداره. اول این موانع رو در ذهن باور خودشون شکستن، بعد تونستن کنار هم دیگه بشینن. در جامعه ای که وقتی سلیمانی حرفش متفاوته و من دوست ندارم میگم این وابسته است، این امنیتیه، این اطلاعاتیه، این فلانه، شما مطمئن باشید دموکراسی که سهله، هیچ کار گروهی نمیشه صورت. اینا رو باید تمرین کنیم. سالهاست استبداد و باورهای غلط باعث شده که ما با هم نزاع کنیم. حالا حرف تو حرف میاد ولی خیلی اهمیت داره. ببینید در دوران قاجار خب شما با یک سیستمی روبرو هستید، این سیستم نه ارتش متشکل داره
نه دیوان سالاری خیلی قدرتمند و وسیع داره، نه گروههایی رو داره که بتونن جامعه رو کنترل بکنن، مثل روحانیون که میتونستن. دولت قاجار نمیتونست این کارو بکنه. اینا چطور جامعه رو کنترل میکنن؟ مسئله خیلی مهمی است. یکی از کارویژه هایی که دولت قاجار داشت تفرقه بود، دامن زدن بین نزاع ایلیاتی ها. مثلا ایل الف با ایل ب مشکل داشته باشه، یعنی اگر مشکل اونها رفع میشد ممکن بود اون دو گروه با هم متحد بشن و وقتی متحد شدن دولت قاجار رو تحت فشار بذارن. تو دولت قاجار که ارتش نداشت، در زمان جنگ ها هم اگر رخ میداد مجبور بود به ایلها، به عشایر، به گروه های دیگه دستوری بده که خب شما عده سرباز به من بدید، از اون بر معافیت هایی به اونها بده که اونها بتونن نیروی جمع کنن. ارتش مدرن ویژگیش اینه که غیر قبیله ایست، غیر ایلیاتیه. اما ارتش در زمان قاجار نه غیر از یه گروهی که حالا در اون ژاندارمری و شهربانی و قزاق‌ها و اینا بودن که اونم تازه بعدها ایجاد شد، تعدادشون چند هزار نفر هم بیشتر نبود، ارتش مدرنی وجود نداشت. اما سیاستی که اونا پیش گرفته بودن اختلاف افکنی بود بین گروه های مختلف جامعه. در اون ادبیات و فرهنگ بین من مازندرانی با دیگری که کرده، با دیگری که ترکه، با دیگری که بلوچه همیشه نزاع رخ میده. هنوز رگه های اون رو میبینیم ما، چون جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه. همیشه نسبت به همدیگه سوء ظن داریم. تا کسی مخالف ماست او رو وصل میکنیم به حکومت ها. در درون اگر شما مخالف رژیم باشید وصلتون میکنن به بیرون، در بیرون اگه مخالف باشی وصلت میکنن به درون. یعنی اگر یکی از افراد رژیم باشه حالا اومده ساز مخالف زده، رژیم بلافاصله وصلش میکنه به کشورهای غربی. در میان اپوزیسیون داستان برعکس دیگه، خب طبیعیه، چون همش مخالف رو وصل کنی به دشمن. ولی اگه سلیمانی حرفی، انتقادی، مسئله‌ای داره اصلا مهم نیست نقدش چیه، مهم اینه که وصل به یه جایی هست، وگرنه این حرفا رو نباید بزن. بعد این کارشناسان ما، این محققان ما صحبت از این میکنن که ما میخوایم به دموکراسی برسیم، بعد میگن موانع دموکراسی چیست؟ اولین مانعش یعنی خودمونی، فکرمونه. وقتی ما فکرمون رو تغییر بدیم و بدونیم که ارزش ها مختلفه، اون وقت به دنبال حزب و پرونده سازی و اینها نخواهیم. رژیم های ترور سرمایه هاشون از دست میده. از همین طور ویژگی دیگری که دوگان سازی ایجاد میکنه آرمانگرایی است. ما پیشتر در بحث مسائل سیاسی اونها رو عرض کردیم، اما در اینجا بحثمون در مورد دوگانگی عقایه، یعنی غیریت سازی خصومت آمیز، به ابعاد دیگه ای مربوطه. از جمله این که من وقتی آرمانگرایانه نگاه میکنم در بعد داخلی سعی میکنم مشکلات جامعه خودم رو گردن دیگری بندازم. دقیقا کاریست که در تمام حکومت هایی که اون دوگان سازی ایدئولوژیک رو دارن رخ بود. یعنی میگه چرا آلمان مشکل داشت؟ هیتلر میگه مقصر یهودی ها و کمونیست ها بودن، یا حالا از نظر خوش تا حدودی هم دولت مردان وایمون، اما عمده مشکل یهودیان، اونان که پشت پرده دارن این جامعه رو اداره میکنن. اگر برید در شوروی کمونیستی میگه دولت مشکل ما چی بوده؟ میگه سرمایه دارا. اینا برن همه چی درست میشه. همین وضعیت در جامعه ما هم هست. در واقع این دوگان سازی سبب یک خصومت درونی میشه، یک نزاع درونی میشه. خب وقتی طرف مشکل جامعه من شد چیکار باید بکنم؟ نتیجهش حذف دیگه.
یعنی من وقتی میدونم این قوم، این فرهنگ، این ارزش مشکله، آیا باش مدارا میکنم؟ به هیچ عنوان حذفش میکنم. از نمادها بگیری تا اشخاص، تا گروهها، تا احزاب. شما ببینید چرا در درون نظام های استبدادی بعضی از احزاب حذف میشن، میگن همه آزاد، مثلا یه دو اسم آزاد، بقیه همه حذف بشن، چون اینا مشکل هست، اینا اساس مشکل هست که نباید اجازه فعالیت بدیم. خب این نزاع ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ بله قطعا نزاع ایجاد. این ارزش ها فقط ارزش های داخل سرزمین نیستن، ارزش های بیرونی هم هست. یعنی ایدئولوژی میگه اون ارزش هایی که در کشورهای دیگر هست اونم مطلوب نیست، باید بریم نابودش بکنیم. اساس حمله اسلام به سرزمین های دیگه چیه به نظر شما؟ چون میگه اون دین، دین باطله. من فقط نیومدم که داخل حجاز این کار رو بکنم، نه، باید حمله بکنم به سرزمین های دیگه. آیه 39 انفال همین رو داره میگه، چون اون ارزش ها مهم نیستن، ارزش های اسلامی مهم. شما امروز نگاه بکنید چرا کشورهای اسلامی در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره، او اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو در سال 1990 نوشته. برای چی؟ بخاطر اینکه اون ارزش رو قبول نداره. یا آقایی بود اسمش اشتباه نکنم، رجایی خراسانی، نماینده جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل، میگه ما تا اندازه این قوانین جهانی رو اجرا میکنیم که با قوانین اسلامی منطبق باشه. اگر این قوانین منطبق نیست با اون باورهای ما، اجراش نمیکنیم. به همین دلیله که شما میبینید کودکان رو اعدام میکنن، نسبت به زنان چه تبعیضی دارن، چون قوانینشون رو بر اساس اسلام نوشتن، نه بر اساس کنوانسیون های بین المللی. اونو تا اندازه انجام میدن که با باورها و سیاستهاشون تطبیق بکنه، وگرنه میذارن شوکه. خب من وقتی ارزش های بیرونی رو هم قبول ندارم، جدا از اینکه در داخل حکومت ترور ایجاد کردم، در بیرون هم نزاع منطقه ای خواهم داشت. چرا جمهوری اسلامی با کشورهای همسایش نمیتونه کار بکنه؟ میخواد اینکه اندیشه ها و ایدئولوژی هاش رو میخواد صادر بکنه. این بحث صدور انقلاب که مطرح شد، نتیجه همون باورهاییست که در ذهن خمینی و اسلام شیعی وجود داره، که ما باید انقلابمون رو صادر بکنیم، ارزش هامون رو بفرستیم جاهای دیگه. یک بخشی از دلایلی که جنگ ایران و عراق رخ داد همین بحثایی بود که خمینی مطرح میکرد. حالا چند بخش دیگر هم اون پاکسازی ارتش و نابودی ساختارها که اون هم همون نگاه ایدئولوژیک هست، که بابا این افسرها طاغوتی هن، اینها به درد ما نمیخورن. حالا طرف رفته خلبانی یاد گرفته، سرمایه شده، هزار جور کار بلده، ولی میگه باید برن، اینا سربازای طاغوتی هن. نمونه هاشو ما داریم. من یادم یک سخنرانی این آقای چمران کرده بود در مجلس، اصلا هدف اولیه این افراد این بود که اصلا ارتش باید منحل بشه، درجه داران ارشدش رو کنار بزنیم یا بیرون کنیم یا اعدام کنیم، حالا اونایی که اولم اعدام کردن، بقیهش رو بیاریم در سپاه یک ارتش یا یک نیروهای مسلح مکتبی تحویل بدیم. مکتبی یعنی مبتنی بر کتاب ما باشه، مکتب ما باشه، ایدئولوژی ما باشه. خب اینا به دنبال صدور انقلاب بودن، گروه های رو تحریک میکردن در منطقه، در جاهای دیگه. خب شما وقتی در لبنان دخالت میکنید، وقتی در کشورهای عربی دخالت میکنید، آیا حسن نیت دارید؟ نه خیر. آیا دیگران از این دخالت شما در آرامشن؟ نه خیر. اونا هم کارشکنی میکنه، اونا هم سعی میکنن دخالت کنن. این حاصل اون تفکری است که میگه من ارزش خودم رو فقط برای خودم نگه نمیدارم، میخوام تو خونه همسایه هم ببرم. حالا عراق رو انتخاب کردن چون اکثر شیعه بودن،
فکر میکردن که این شیعیان به دلیل اون عنصر مذهبی یه علقه ایجاد میشه بین اونها و خمینی، در حالی که این گونه نیست. خیلی از سربازانی که آمدن در عراق با ایرانیان جنگیدن شیعه بودن، چون اونها فقط عنصر دین براشون مهم نیست، سیاست هست، خانواده هست، کار هست. به سادگی که اینجوری نیست که من چون فقط شیعه هستم حالا میام با ایرانی ها متحد میشم بر علیه مردم سرزمینم. اینها همون خیال های خامی است که هزینه برداره. چرا ما در جمهوری اسلامی این همه داریم هزینه میدیم؟ چون فکر میکنیم که چینیات ما رو دوست دارن، روسا ما رو دوست دارن، اینقدر به اینا باج بدیم. اگر زمانی قراره یه قطعنامه بر علیه ما صادر بشه، اینا اون رو وتو میکنن، در حالی که ما دیدیم هیچ وقت این کار رو نکرد. به نفع ما کار میکنن. اخیرا نشون داده بود نهای پوتین رفته بود در منطقه چچن و اینا قرآن رو میبوسید. نه که او اصلا قرآن رو بفهمه یا باور داشته باشه، اما حماقت مردم رو میفهمه، میدونه که اگه من این کار رو بکنم مردم دوستم دارن، محترم میشم. مسلمان های منطقه چچن میگن به نگاه کن چقدر به ما احترام میذاره، در حالی که احترام او از سر استیصاله، میخواد سربازای بیشتری رو بفرسته جلو که کشته بشن، برای همین میاد یه احترامی میذاره. بعد این آدم های سادلو هم باور میکنه. من یادم زمانی که این بحث انرژی هسته‌ای خیلی داغ شد، یه از این کارشناسایی که جمهوری اسلامی می آورد تو تلویزیون ها به مردم اشاره میکردن که بابا روسیه پشت ماست، چین پشت ماست، اینا که به ما پشت نمیکنن. نترسید از این صحبت های دولت های اروپایی و امریکا، اینا اگر پرونده رو ببرن در سازمان ملل اونجا اینا وتوش میکنن، در حالی که ما هر روز داریم هزینه میدیم. دخالت کردن در خانه دیگران یا در منطقه هزینه داره. نباید فکر کنیم اون کشورها ساکت میشینن، نه، اونا هم این هزینه ها رو به ما میدن. شما شوروی کمونیستی رو در نظر بگیرید، من بارها عرض کردم، دولتی که بنیه نداره اما چون میخواد ایدئولوژیشو صادر کنه میاد به کشورهایی مثل کوبا و کشورهای افریقایی و جاهای دیگه وعده میداد که من به شما کمک میکنم، به شما اسلحه میدم، یا در مورد کوبا که مثلا نیشکرتو میخرم، خیلی از این کارا میکرد. اما چند دهه بعد وقتی دچار مشکلات اقتصادی بود، خب کشور توانایی نداشت جایگزین، دچار ورشکستگی شد. این مشکل بسیار بزرگی است. کشوری که خودش بنیه نداره، مردمش کارتون خوابن، مردمش هزار مشکل دارن، اما به فلسطین میخواد پول بده. خب این در درون نارضایتی ایجاد میکنه. مردم احساس میکنن که ما مدرسه نداریم، اینا تو جنوب لبنان مدرسه ساخت. ما خانه نداریم، اینا تو جنوب لبنان خانه ساخت. حقوق سربازان حماس رو به دلار میدن یا مثلا به ارزهای دارای ارزش میدن. اون وقت معلمان ما حقوق نمیگیرن، پرستاران ما مشکل دارن. این مملکت رو بی ثبات میکنه یا نمیکنه؟ جنگ افروزی هزینه داره. من در داستان علی ابن ابی طالب عرض کردم قیام هایی که در ایران رخ داد حاصل چه چیزی بود؟ اینکه شما دائم میخوای بری بجنگی، باید نیروهای جهادگر بیاری، باید به اونا پول بدی. خب این پول از کجا میگیری؟ از مالیات مردم، چون جهادهای اسلامی جهادهایی بود که اینا میرفتن به سرزمینهای دیگه، اموال اونا رو میگرفتن دیگه، به مردم خودشون فشار نمیومد. فرض کنید حمله میکردن به یه منطقهی که جزء سرحدات اسلامی بود، اونجا وقتی نیروها جمع میشدن و غنایم میگرفتن بین خودشون تقسیم میکردن. حالا این جنگ جنگ داخلی است، یعنی فتوحات جدید ندارید. اون جهادگر کوفی وقتی میخواست بره به جنگ میدونست که غنیمتی در کار نیست، چون جنگ عقیدتی یک مسلمان با یک مسلمان دیگری که اختلاف داره.
پس نیاز به پول داشت. وقتی علی به مردم فشار میاره که من چند نامش رو خوندم به والیان، اشاره میکنه که مالیات رو بگیر. دلیل این که میخوایم فهم کنیم چرا ایرانیان زمان علی این همه قیام میکنن و علی سرکوبشون میکنه، برمیگرده به این مسئله که حکومتی که به دنبال کشاورزی و تجارت و اینها نیست و به جنگ افروزی اقدام میکنه، در نهایت در درون با فشار مواجه میشه. وقتی فشار مواجه شد، مردم تحت فشار قرار میگیرن چون از اونها مالیات میگیرن و در نتیجه مستعد انقلاب میشه. به همین دلیلی که خیلی از انقلاب ها زمانی رخ دادن که قبلش جنگ بوده، دولت ها شکست هایی خوردن در جنگ، کشور دچار فشار و بعد فضا فراهم میشه برای گروه های انقلابی یا گروه هایی که به هر حال به دنبال تغییر وضعیت هم، کودتا یا جنبه های دیگر. بنابراین صدور انقلاب یا عدم توجه به ارزش های دیگر میتونه در منطقه مشکلات بزرگی رو ایجاد کنه. مشکل دیگری که در درون این نزاع ها رخ میده، بحث عقب نشینی است. یعنی جایی که شما تعریف کردید که جنگ ما جنگ حق و باطله، اسلام و کفره. دیدید این تعابیر خیلی در اندیشه های خمینی و سخنرانیاش به کار میرفت. مدعاهاش هم خیلی از این حرفا میزدن، جبهه حق علیه باطل. مشکل در جایی است که این تعبیر به مرور زمان مشکلاتش رو نشون میده که حالا بعدا عرض خواهم کرد. اما مشکلی که در ابتدای امر ایجاد میشه اینه که دیگه شما نمیتونید پذیرای صلح باشید، چون آنقدر به مردم گفتید که ما داریم بر باطل میجنگیم، بر کفر میجنگیم، حالا برگردید و بگید که خب حالا بریم صلح بکنیم. اون وقت همون مردمی که آمدند و کشته شدن به شما میگن که مگه ما بر حق نیستیم، اونا بر باطل، چطور حالا میخواید بر باطل صلح کنیم، با باطل مدارا بکنیم؟ پس جواب کشته شده های ما چی میشه؟ هزینه هایی که دادیم چی میشه؟ ببینید دوستان، این مسئله هزینه هایی داده، شما وقتی این خاطرات افرادی مثل هاشمی، رضایی و خیلی های دیگر رو که میخونید، در لابلای اون سطور وجود داره. یعنی جایی که پیشنهاد صلح هست، یه عده اوغلایی هرچند اندک که خب در اون جو کسی نمیتونست برگرده و بر علیه جنگ صحبت بکنه که آقا این جنگ به نفع ما نیست، چون یه رهبر کاریزماتیکی داشتن، هم ایدئولوژیش هم رفتارش منطبق بود با جنگ افروزی. حالا شما برگرده بگی جنگ خطاست، بلافاصله شما رو متهم میکنن به این که شما بر علیه شهدا و امام و شیعه و حق و اینا داری صحبت میکنی. اما در لابلای سطور شما میبینید یه دی فکر میکنن که آیا میشه صلح کرد یا نه، اما جرأت بیانشو ندارن. چرا؟ چون میگن خون اون شهدا چی میشه؟ ما به خانوادی شهدا باید چی بگیم؟ به اونها چه جوابی بدیم؟ چون این مسئله کوچکی نیست. همونطور که روز اول این جماعت رو جمع کردی، چون یکی از کارویژه های این دوگان سازی فراهم آمدن شرایط توده ایست. دوگان سازی در زمان انقلاب هم به کار میره، یعنی بین رژیم یا اپوزیسیون اختلاف دوگانه ای وجود داره. شما باید کاری بکنید که بگید رژیم باید بره، دیگه نمیتونم با اینا صلح کنم، اون وقت میشه اصلاح طلب، دیگه نمیتونم با اونا کار بکنم. بنابراین دوگانه سازی خصومت آمیز در فرایند انقلاب رخ میده، نتیجهش میشه انقلاب. یعنی رژیم میره، ارزشاش میره، ساختارهاش تغییر پیدا میکنه و رژیم جدید میره. اما در رژیم مستقر این دوگانه سازی میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی پایه های یک انقلاب یا جنبش انقلابی رو قوی میکنه، اما پایه های رژیم مستقر رو ضعیف میکنه. به همین دلیلی که رژیم های برآمده از انقلاب خودشون رو سست میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه در زمانی که جنبش هستن دشمن میتراشن،
یعنی آمریکا، اسرائیل، پهلوی، همه دشمنه، باید بره. حالا وقتی قدرت میگیری همین دوگانه سازی رو نمیتونی حالا دیگه عوضش بکنی، باید تا آخر ادامه بدی. وقتی ادامه دادی اون وقت با آمریکا با در بیفتی، اون وقت باید با اسرائیل درگیر بشی، اون وقت باید با اپوزیسیون درگیر بشی و در نتیجه این قدرت تو رو از بین میبره. بنابراین توده سازی که یکی از ویژگی های دوگانه سازی است در زمان جنبش انقلابی بسیار مفیده، اما زمانی که رژیم یعنی اون جنبش تبدیل شد به یک حکومت مستقل، حالا بسیار خطرناک میشه. به همین دلیل که رژیم های انقلابی ویژگی های خاصی دارن که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست بین الملل خودشو نشون میده. راه برون رفتش هم نیازمند یک نوع تغییر نگرشه که شما آرام آرام از اون آرمان گرایی به واقع گرایی نزدیک بشید. سعی نکنید به اون شعارها دائم بدمید. سعی کنید آرام آرام فضا رو فراهم کنید برای اینکه با تغییر نسل‌ها، با تغییر واقعیت، با تغییر شرایط بین‌المللی شما هم برگردید به اون زمان. شما چین رو در نظر بگیرید، کشوری که با انقلاب رژیم کمونیستی قدرت میگیره اما به مرور زمان سعی میکنه از اون شعارها کمی عقب نشینی بکنه و امروز سعی کنه بیاد در جامعه جهان. هر چقدر تو اون شرایط انقلابی بمونه اوضاعش بدتر خواهد. پس کار بسیار مهم است که رهبران جنبش های انقلابی وقتی به قدرت میرسن باید سعی کنن یک انعطافی رو به خرج بدن، یک تغییر رویه‌ای رو داشته باشن. دوگانه سازی خصومت آمیز ممکنه در زمان انقلاب خوب باشه، اما زمانی که تبدیل شد به رژیم مستقل میتونه بسیار خطرناک باشه. ما در جمهوری اسلامی 40 و اندی سال هنوز تو همون وضعیت موندیم. 100 تا سیاستمدار جدید آمده در امریکا و رفته، ولی ما فکر میکنیم که این همون امریکای گذشته است. جهان همون چیزی بوده که 40 سال قبل. در نتیجه عقب نشینی نمی‌کنه. در حالی که بسیاری از سیاست رو تغییر کرده. دولت هایی که در گذشته دشمن هم بودن امروز دوست هم شدن. امروز در یه بلوک قرار گرفت. اما ما هنوز تو همون وضعیتیم. این عدم واقع گرایی هست که داره بر ما هزینه تحمیل میکنه. هنوز وضعیت جامعه ما انقلابیه. دادگاه انقلاب داریم، نمیدونم شوراهای مختلفی داریم که کارهای انقلابی انجام میدن، متدی که ما داریم انقلابیه، گروههایی در درون مجلس و جای دیگه هستن هنوز بحث از اصولگرایی و انقلاب و ایناست و بعد ما هزینه های مختلفی میدیم. هنوز عده‌ای دنبال زنده کردن یاد امام و راه امام و چیزهای دیگه. بنابراین راه صلح بسته میشه. وقتی برگردیم به دوران زندگی علی میفهمیم چرا حکمیت برای او مشکل ساز شد. حکمیت فی نفسه مشکل نبود، مشکل جایی بود که علی قبل از حرکت به صفین گفته بود ما داریم میریم با کسانی بجنگیم که اینا کافرن. که حالا من میخونم از وقعت و صفین نصر ابن مزاحم بن قدی. مشکل در جایی بود که علی با اونها بر سر اختلافاتی که داشتن کسی رو حکم قرار نداد. حتی در میانه های جنگ خیلی آمدن و به او گفتن که صلح کنیم، او نپذیرفت. گفت من زیر و روی این کار رو اندیشیدم، یا باید این راه رو ادامه بدم یا به دین محمد کافر باشم، چون اهل کفرن. خب وقتی شما نگاهت اینه، وقتی میخوای حکمیت رو بپذیری دیگه پایت سست میشه. یعنی همونهایی که آمدن دیدن بسیاری از یارانشون کشته شدن ازت سوال میکنن که خب چرا همین حکمیت رو از روز اول نپذیرفتی، چرا از روز اول مصالحه نکردی. ببینید رژیم جمهوری اسلامی اسرائیل رو برای همیشه دشمن میدونه،
یعنی اگر کسی صحبت از این میکنه که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل باید صلح ایجاد بشود، این ایدئولوژی رو نمیشناسه. اینا سالها بر این اساس قدرت گرفتن. اگر بخوان امروز با اسرائیل صلح بکنند و از سر دوستی در بیان، تمام پایه مشروعیتشون و مقبولش از بین میره. خیلی سوال میکنن که خب ما 40 سال برای چی جنگیدیم، این همه هزینه دادیم، این همه فلسطینی تقویت کردیم، این همه پول دادیم، برای چی این کارو کردیم؟ پس پایه های این رژیم بر سر اینه که من وقتی حق و باطل کردم دیگه دشوار میشه که من بشینم و با گروه دیگری برای حکمیت صلح بکنیم. حالا بگیم اختلافاتمون رو کنار بذاریم، نشدنیست، نمیشه، دشوار. همینطور وقتی میگیم نشدنی، شرایط خیلی خاصی داره، مثلا وجود رهبر کاریزماتیک یا ایجاد شرایطی که در کشور دیگر رخ بده. مثلا شما در عراق این رخ داد، وقتی امریکا حمله کرد و حزب بعث رفت و صدام رفت، اینا بهانه پیدا کردن که خب این عراق اون عراق نیست. اما اگر صدام بود، خب داستان خیلی متفاوت بود. چون نیازمند توجیه هست. اما ساختار اسرائیل یا امریکا یا کشور دیگر که دموکراتیکه، در درون اون رژیم ها اینطوری نمیرن و بیان. بنابراین دورنمایی وجود نداره از اینکه در اونا تغییر ایجاد بشه. اما رژیم جمهوری اسلامی هم که تغییرات ایدئولوژیک رو نمیتونه بپذیره، براش خطرناک. دوگانگی یک ویژگی دیگر هم داره و اون اینکه به شما وعده های خیلی عجیب و غریب میده. یعنی جامعه آرمانی، به کشور بدون درد و رنج، دیدین تعابیری بود که همه به کار میبردن، یعنی شوروی کمونیستی همه کار رو میکن. ما میخوایم سرزمینمون سرزمین کار بشه، کشورمون پاک بشه، فرهنگمون حفظ بشه، همین تعابیری که خمینی هم میداره. وعده های عجیب و غریب که آقا ما چند سال دیگه به کجا میرسیم. منطقه مشکل در جاییه که شما نمیتونی اون وعده ها رو عملی کنی. که نتونی وعده ها رو عملی کنی، با این پرسش مواجه میشی که خب این ایدئولوژی که من این وعده رو داد، چرا نتونست اون رو محقق؟ در اوایل انقلاب اگر یادتون باشه، از صبح تا شب جمهوری اسلامی به بهانه اینکه در جنگ هستیم، تحقق وعده ها رو به بعد موکول میکرد. که بله درست، ما همچین وعده ای دادیم، ولی الان که جنگه، الان که منابع کشور در خدمت جنگ، نمیتونیم این کار رو بکنیم. ما امروز شما میبینید که خیلی ها میگن خب جنگ چندین سال تمام شده، چرا حالا دیگه ما به وعده هامون نرسیدیم؟ شما قرار بود مبارزه با فساد بکنی، فساد چند برابر شد. قرار بود مبارزه با فحشا بکنی، فحشا چند برابر شد. قرار بود اقتصاد خوب کنی، قرار بود ما رو کرامت انسانی برسونی، همه چیزمون که برعکس شد. ساواک آدم میکش، شما که صد برابر میکشی. اون آزادی ها رو گرفته بود، شما که صد برابر گرفت. خب چی شد پس؟ این آزادی ها کی قراره برسه؟ این در درون خودش یه مشکل بزرگی هم زد. و اون مشکل بزرگ اینه که رژیم هایی که از درون این فرایند بیرون میان، شروع میکنن به بحران سازی های جدید. یعنی من میدونم ایدئولوژی من پاسخگو نیست، بنابراین یه بحرانی رو باید ایجاد بکنم که بلافاصله ذهن مردم رو ببرم به اون بحران. از جمله اون بحران ها تحریمه. دیدید دیگه الان جمهوری اسلامی دیگه بهانه جنگ نداره، اما بهانه تحریم رو داره. میگه ما تحریم، کار به جای رسیده که میگه داروامون هم تحریمه، قرصامون هم تحریمه، همه چیمون تحریم، هر چی که بگی تو کشور کمه میگه تحریم. این فرافکنی. بعضی نظام ها با جنگ این کار رو میکنن. یعنی اگر خودشون بلا فاصله با یک جنگ مواجه نشن، به مرور زمان وقتی تحقق وعده ها صورت نمیگیره، جنگی را میدازن که دیگه کسی صحبت نکنه که وعده ها چی شد. چون فقط در زمان جنگی که شما میتونی فضا رو ببندی، کنترل کنی،
بلافاصله جرمنگاری بکنی، نقد کسانی که مثلا در مورد پدیده های مثل جنگ به حکومت یا به رژیمشون نقد دادن. خمینی که میگه جنگ نعمته، بی جهت نمیگه، جنگ برای اینا نعمت بود چون باعث شد تمام مطالباتی که مردم داشتن بره به سمت جنگ، در درون هم پاکسازی کنه گروه ها رو. در فضای جنگی است که شما میتونید خیلی راحت بهانه در درون گروه ها پیدا بکنی، سرکوبشون بکنی، بعد با آوردن 4 تا تابوت از میدان جنگ نشون بدی، بگی بفرمایید ما داریم این هم هزینه میدیم، اینا تو داخل کشور ستون پنجم هم. اینها الان دارن نقد میکنن، در حالی که الان وقت نقد نیست، الان وقت جنگه. اینکه خمینی میگه جنگ نعمته، بی جهت نمیگه، رژیم های ایدئولوژیک اینگونه هستن، باید به سراغ جنگ برن، باید به سراغ نزاع برن. در یکی از دلایلش اینه که قبلا وعده هایی دادن آنقدر بزرگ بوده که برای اون جنبش کارایی بوده. بله من فکر میکنم که 5 سال دیگه که این شاه بره همه چیز من خوب میشه، عدالت ایجاد میشه، برابری ایجاد میشه، امام که بیاد همه چیز حل میشه، میرم در دامنش. حالا که رژیم امام مستقر شد، نگاه میکنم میبینم 2 سال شد، 3 سال شد، 4 سال شد، خب امام بعدت چی شد پس؟ تو که قرار بود همه ما صابخونه بکنی، آب و برق مجانی بکنی، اتوبوس مجانی بکنی، چه شد؟ در اینجا امام خوب به فکر میفته، میگه خب الان مردم خواهد از من بپرسن، من یه کاری بکنم که پرسش اینا دیگه اصلا موضوعیت نداشته باشه. بلافاصله بحران سازی بکنی. تمام رژیم های ایدئولوژیک وقتی قدرت گرفتن به مرور زمان دست به بحران سازی زدن، یا در داخل برای حذف گروه ها، یا در خارج برای عدم تحقق وعده ها. بنابراین بسیار مهمه که ما فهم کنیم یک رژیم ایدئولوژیک با اون دوگانه سازی وقتی رو کار میاد هم خصومت ایجاد میکنه در داخل و در خارج، و دوم اون وعده هایی که قبلا به من داد رو نمیتونه محقق کنه. بنابراین حتی اگر هم این خصومت ایجاد نشده باشه، او ایجاد خواهد کرد و ما به سمتی خواهیم رفت که یک جنگ تمام عیار داشته باشیم. در زمان جنگی که شما میتونید خیلی راحت در داخل تصفیه بکنید به بهانه های مختلف. پس این هم از ویژگی های دوگانه سازی، که البته چند مورد دیگر هست که من با توجه به اتمام وقت برنامه در نوبت بعد اینها رو عرض میکنم، چون بسیار مهمه که فهم کنیم حکومت علوی همون دوگانه سازی رو داشت و به همون دلیل ورشکسته بود، به همون دلیل این نزاها رخ میداد، به همین دلیل تنها ماند و سرمایه‌اش از دست داد. همونطور هم رژیم جمهوری اسلامی، همونطور هم شوروی کمونیستی. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا روز دیگر که در خدمت شما بزرگواران باشیم.